با درود به همه دوستان و یاران گرامی، برنامه سوم پرنگور با عنوان زندگی نرمال رو آغاز میکنیم با ایرانیان با ایرانیانی که در بیرون از کشور، در اروپا، آمریکا، در هر کجای دنیا که هستند اینجا جمع شدیم تا به همه ایرانیانی که از درون ایران اخبار و به اصطلاح اون چیزهایی که به درستی و نمیگیرن از خبرگزاری ها و خبررسانی ها و یا به خبرگزاری ها و خبررسانی های دیگر جاهای دنیا و خود ایران حتی به اصطلاح اطمینانی ندارند، اینجا بتونن زبان و از زبان خود این هم میهنانمون داستان ها و حقایق کشورهای خارجی رو به آسونی و راحتی بشنون. اگر پرسشی از اونها دارند همینجا بپرسند و به پاسخ خودشون برسند. با توجه که چند تن از دوستانی که در میان ما هستند خودشون سالهای سال هست در کشورهای خارجی زندگی میکنند و میتونن بسنجند و در ایران رفت و آمد دارند و خیلی مسائل رو به راحتی و آسونی میتونن بسنجند میان ایران و کشورهای دیگه و برای شما بازگو کنم که چه مسائلی در کشورهای دیگه هست که شما گمان میکنید در ایران آنگونه نیست و یا نباید باشد و در کشورهای دیگه وجود دارد. همه اینها رو باید با همدیگه بسنجیم. البته ناگفته نیست اصلا کشورهای خارجی بیگمان برتری هایی نسبت به کشور ما دارند، ولی کشور ما هم بسیار بسیار برتری ها و خوبی هایی داره از کشورهای دیگه که از چشم ما که دوچار بمباران رسانه‌ای شدیم و سمپاشی رسانه‌ای این خبرگزاری ها و بانگاه خبر پراکنی رو میشنویم برای ما پنهان مونده و گمان میکنیم آنچه که خوبی و نیکی است در کشورهای خارجی است، آنچه که بدی و پلیدی و ناکارآمدی است تنها در کشور ماست و در کشور دیگه همه چیز به سامان هست و هیچ مشکلی نیست. یکی از اون شاخصه ها و سنجه هایی که ایرانیان دارن به کار میبرند، یکیش سطح درآمد و اندازه درآمد هست. یعنی شما میگید درآمد های کشورهای خارجی با توجه به هزینه های زندگیشون خیلی مناسبتر و متناسبتر هست نسبت به حقوق و درآمد درون ایران، یا اینکه ما خیلی چیزهای دیگر رو ما خواهیم بررسی بکنیم، اون شاخصه های زندگی و به اصطلاح اون آسودگی خیال و خیلی چیزهای دیگری که ما در کشور خودمون به گمان میکنیم نیست و گمان میکنیم در کشورهای اروپایی هست، باید بیایم ببینیم واقعیتشون چیه، آیا آنگونه که گفته میشه هم هستن. از همین رو از همه دوستانی که در کشور خارجی زندگی میکنن ما همیشه دعوت میکنیم بیان در برنامه خودشون حضور پیدا کنن و آگهی رسانی بکنن و واقعیت های زندگی رو بگن. البته گفتیم که بیگمان خوبی هایی وجود دارد و یکی از اون خوبی هایی که در کشورهای خارجی وجود دارد و ما با اون روبرو هستیم یک پایداری و ثبات نسبی اقتصادی است که در کشور ما شوربختانه به خاطر مسائل مختلف، حالا فساد مدیریتی، ناکارآمدی قانون ها و خیلی و خیلی چیزهای دیگه وجود داره که در به گمانم نشست پیشین که داشتیم هم برخی از اونها رو باز کردیم و گفتیم که چگونه باید باشد و چه چیزهایی نباید باشد و ما نباید از مشکلات و گفتن مشکلات بهراسیم و اونها رو علیه کشور خودمون بپنداریم. درسته ما میهن پرستیم، حالا خیلی از دوستان با حکومت کنونی ایران مشکل دارن و اصلا دشمن هستن و میده، ولی ما کشور خودمون رو دوست داریم و باید آنگونه که هست ببینیمش، چون که با سیاه نمایی و سمپاشی بسیاری از رسانه‌ها افکار ما آلوده شده و ما اندیشه درستی و گمان زنی درستی نمیتونیم از همه وضعیت موجود ایران و کشورهای دیگه داشته باشیم. خب امشب ما برنامه رو در توییچ داریم اجرا میکنیم که ایرانیانی که در ایران هستن بدون فیلتر شکن میتونن به اون دست پیدا بکنن و برنامه رو ببینن. دوستانی هم که
میخوان در برنامه گپ و گفت زنده حضور داشته باشن میتونن بیان به این به اصطلاح ارتش رودست در چت لایو یا گپاوای ما باشند و سخن بگن و ما به اونها پروانه سخن گفتن میدیم و میخوام که بیان. حالا هر نقدی هست، هر خواسته ای هست، هر پرسشی که هست از ما بپرسن و از دوستانی که در کشورهای خارجی دارن زندگی میکنن بپرسن تا به اون چیزهایی که میخوان دست پیدا بکنن. نه ما میخواییم از ایران سیاه نمایی کنیم، نه میخواییم از ایران سفید نمایی کنیم و بگیم نه هیچ مشکلی نیست. همین گونه کشورهای خارجی و کشورهای دیگر رو نمیخوایم بگیم که همه چیشون مطلق سیاهه و به سوی نابودی دارن پیش میرن، چند سال دیگه نابود هستن و نیستن. نه سیاه نمایی، ولی میخوایم بگیم که خیلی عالی و همه چی به سر جای خودش هست. همه جای دنیا این مسائل و مشکلات وجود دارن. یکی از مشکلاتی که در ایران و اون سنجه‌هایی که در ایران گفتیم بهش میپردازن همیشه سطح درآمده. خب سطح درآمد در ایران و حداقل و دست مثلا اون کمینه که برای زندگی در ایران و برای دستمزد حقوق و کارگران در ایران در نظر گرفتن رو دوستان بیان بگن و بگن که زندگی چگونه میگذره. البته خیلی از سنجه‌های دوستان در ایران این هست که زندگی در تهران چگونه است، که تهران یکی از گرانترین شهرهای دنیاست نه ایران. هزینه های زندگی، خرید مسکن، اجاره مسکن، ودیعه مسکن، پیش پرداخت و خیلی چیزا در تهران بسیار بالاست، ولی در سراسر این ایران این گونه نیست. در شهرستان ها این گونه نیستن. مگر چند درصد از مردم ما در مرکز استان ها و تهران دارن زندگی؟ ولی باید این رو هم ببینیم و بدانیم یکی از مشکلاتی که در ایران واقعا وجود داره اون تمرکز ثروت در مراکز استان هاست که این معضلات رو برای ما درست کرده. خب یه نگاهی ما میخواییم به سطح درآمدی مردم عادی و دست کم حقوق کمینه و به اصطلاح حداقل حقوق اروپایی ها، آمریکایی ها، ایرانی ها ببینیم خط فقر و خط مطلق فقر چه اندازه است و آسودگی زندگی و خیلی چیزهای دیگه نگاه بکنیم بهشون. یکی دیگه از مشکلاتی که در کشورهای خارجی هست و شاید در ایران به زیاد به اون اندیشیده نمیشه، مشکلات بیمه هست، بیمه عمر هست، بیمه از کار افتادگی هست، بیمه بازنشستگی هست، بیمه های ماشین هست، خانه و خیلی مسائل دیگه که بهش پرداخته نمیشه. حالا یا اینکه پنهان مونده و یا خیلی از دوستان دارن مخفی کاری میکنن در کشورهای خارجی و نمیخوان بگن. اینها رو ما میخوایم بهش بپردازیم، به مالیاتی که بر حقوق ها گرفته میشه، مالیات بر درآمد هست، مالیات بر خرید ها هست. اینها معضلاتی هست که همه مردم اروپا درگیرش هستن، کشورهایی که به نام کشورهای پیشرفته و مدرن و خیلی از ایرانی ها اونها رو به کشورهای بی دغدغه و شاد و شادمان نگاه میکنند. خب این مسائل ما و پرسه ها رو ما میخواییم نگاه بکنیم، درباره این موضوع ها و در آخر سخن بگیم و خودتون باید در برنامه خودتون حضور پیدا کنید و برنامه رو پربارتر بکنید. خب یکی از مشکلات زندگی در اروپا حداقل حقوق ها هست. بسیاری از ایرانیانی که میان در اروپا خوشبختانه ایرانیان هستن که تحصیل کرده هستن، فن و تجربه دارند و یک مهارت دارند که با اون میتونن به آسونی در کشورهای اروپایی کار پیدا بکنن. حالا اینا هم دقت بکنن که همین مهارت رو در ایران فرا گرفتند و بسیاری از اونایی که دارن اکنون در کشور خارجی دارن زندگی میکنن. خب ولی حداقل حقوق یک کارگر در کشورهای اروپایی بسیار 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 پایین تر از اون خط فقری است که برایشون برای اروپایی در نظر گرفتن. سنجه در نظر گرفتن خط فقر نسبت به حقوق و درآمد یک کارگر اینه که یک خانواده 4 نفره رو شما در نظر بگیرید، هزینه های زندگی رو برآورد میکنید، دستمزد یک کارگر رو هم میسنجید با اون. خب الان در اروپا و در آلمان
یک کشور صنعتی و یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا هست به گفته خودشون. آماری که ما همیشه در برنامه‌های سواد رسانه‌ای داریم ارائه میدیم، سطح تولید سرانه ملیشون بسیار بالاست، تولیدات بسیار زیادی دارن، مالیات‌های بسیار سنگینی می‌گیرند و و و و و. خب یک نگاه می‌کنیم به حقوق و درآمد یک کارگر. حداقل حقوق و درآمد یک کارگر در اروپا در آلمان 10 یورو 54 سنت. 10 یورو 54 سنت رو شما اگر ضرب در ساعت کاری که حدود 40 ساعت در هفته، 40 ساعت یعنی حدود 160 ساعت، و گاهن قراردادهایی پایین تر از این ساعت ها بسته میشه، حدود 100 بین 150 ساعت تا 162 ساعت چون اینجا 22 روز تا 23 روز کاری وجود داره در ماه، یعنی در کمترین حالت 20 روزه یا 19 روزه در کل در کل ماه، اگر ماه 29 روزه باشه 28 روزه باشه، اگر ماه 31 روزه باشه حالا 2 روز اختلاف این به اصطلاح روزهای کاری در ماه، 22 روز یا 19 روز 19 روز کاری برای شما در نظر گرفته، روزی 8 ساعت 7 ساعت و 6 ساعت هم دارن، حالا اون کارهای نیمه وقت هم جای خود دارن. ولی یک کارگری که اینجا با حداقل حقوق قرارداد می‌بنده، گاهن به خاطر اینکه اون جایگاه فنی و مهارتی خودش رو پیدا نمی‌کنه و مجبور در جاهای دیگه مشغول به کار بشه، باید با حداقل حقوق کار بکنه. حداقل حقوق 10.54 در حدود 150 ساعت یه چیزی در حدود، من یه حساب کتابی بکنم همین الان، 10.54 160 ساعت در ماه حدودش 1686 ساعت یورو درآمد خواهد داشت. از این 1680 یورو دستی که دو تا بچه داشته باشه، کلاسه مالیاتی و سطح مالیاتیش هم سطح مثلا 3 تا 5 باشه، حدود 1200 تا 1250 یورو درآمدش خواهد. من 1000 چیزی که 1200 تا 1250 یورو هست بله سطح درآمدش. ولی هزینه های زندگی بسیار بسیار بیشتر از این هستن. برای نمونه شما اگر بخواید برای یک خانواده 4 نفره، یعنی یک خانه 2 اتاق خوابه، پذیرایی، حمام، دستشویی و آشپزخونه داشته باشید، در یک شهر کوچک از 700 یورو تا 900 یورو باید هزینه بدید. یعنی از این 1200 یورو شما باید 700 یورو تا 900 یورو گاهن باید کرایه و هزینه خانه بدید. هزینه خورد و خوراک و خیلی چیزهای دیگر هم باید در کنار بذارید. خب دولت آلمان برای هر بچه‌ای حدود 210 یورو داره هزینه میکنه. امیدوارم که صدا و تصویر خوب باشه. دوستانی که در توییچ هستن، حالا ما ببینیم دوستان رو. بله دارن زندگی میکنند حدود 200 تا 210 یورو کمک هزینه فرزندان تا 18 سالگی رو میده و نگاه میکنه به درآمد خانواده و اگر شما درآمدی پایین تر از این مسائل داشته باشین، شما رو هم دولت و اصطلاحاً به اون روش سوسیالی کمک هزینه بهتون میده که بتونین هزینه یه زندگی خودتون رو پرداخت. یعنی اول میاد مالیات شما رو کم میکنه، سپس همون مالیات رو به شما بر میگردونه، همون مالیات رو از شما میگیره، به عنوان کمک به شما میده. حالا کسانی هستن که این مالیات رو میدن ولی کمک رو پس نمیگیرن، چون در سطح درآمدیشون از اون حد اقل زندگی که براشون در نظر گرفتن که ربطی هم به خط فقر نداره بیشتره و بهشون بر نمیگردم و کمک هزینه‌ای بهشون نمیدم و مالیات رو ازشون میگیرم. برخی زمانها که دیگه واقعا درآمد خانه کمه و
تعداد فرزندان زیاده، چون 200 یورو یه هزینه مهد کودکی برای یه بچه هم نمیشه و هزینه مدرسه یک و خورد و خوراک یک بچه در طول یک ماه در مدرسه هم نمیشه. خب هزینه هایی هم باز اداره های مختلف به شما کمک میکنند، ولی نگاه میکنیم به این مسائل که ببینیم واقعا آیا اینها بس هستند و کافی هستند یا نه. یک هزینه زندگی گفتم 700 تا 900 یورو، اگر دیگه کمترین اندازه خورد و خوراک رو هم داشته باشم دیگه 600 تا 700 یورو هم هزینه خورد و خوراکشونه. مسئله بیمه ها و رفت و آمد و سر کار رفت و آمد هم باید بماند که آقا دست کم یک بلیتی بخوای بگیرم برای یک نفر ماهی 100 یورو، دو نفر بخوان سر کار برن ماهی 200 یورو، یا اگر مثلا بچه بخواد مدرسه بره باید اگر بلیت تهیه بکنه باید باز هزینه این بلیت رو و هزینه بلیت رو که میخرم باید بده. اینها میبینیم که واقعا از حقوق حداقل حقوق یک کارگر بسیار بسیار بیشتره. یعنی شما اگر هزینه های زندگی 4 نفره رو شما در آلمان برابر کنید به کمتر از 2500 یورو، یعنی که فقط به اندازه خورد و خوراک و تمام هزینه های زندگی این شما هیچ بدهکاری نداشته باشید، تفریحات نداشته باشید، جایی نخواهید برید، خرید اضافه نخواهید بکنید، هدیه‌ای برای بچه هاتون نخواهید بگیرید، یعنی برابر میره، سر به سر میره. 2500 یورو هزینه حداقل از یک زندگی 4 نفر است بدون هیچ چیز اضافه، یعنی دیگه سوهان نمیزنش. اینا رو داریم میبینیم، یعنی درآمد یک کارگر نصف خط فقر است، یعنی از خط مطلق فقر هم پایین تره. خب برای این کار باید دو نفر همزمان زن و شوهر باید کار بکنن تا بتونن به خط فقر برسن. یعنی اگر کسی نتونه اون مهارت رو داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه و زندگیش رو اینجا بخواد بگذرونه با دوتا بچه باید حقوقی به مراتب بیش از 2500 یورو داشته باشه تا برسه به خط فقر. و این حداقل حقوق کارگران نصف اونه، واقعا این نصف هزینه زندگی هست در کشورهای اروپایی، دیگه از این پایین تر نمیشه. حالا دوستانی که در ایران هستند ازشون میخوایم که بیان بالا سخن بگن و ببینیم که هزینه های زندگی و هزینه و اون درآمد حداقل درآمد ها و اینکه واقعا آیا همه با حداقل درآمد دارن کار میکنند چه اندازه است و دوستان سخن بگن، در خدمتتون هستیم. که دوستانی که اینجا حضور دارند امیدواریم که از ایرانیانی که در ایران حضور دارن اینجا ما داشته باشیم. خب کسی هست که بخواد بیاد سخن بگه؟ دوستان جناب کاربر لوتوس، حالا ما نمیدونیم خانم هستند آقا هستند، جناب علی، آقای افشار، خانم منجی که بیرون از ایران هستند، پاینده ایران، آقای علی رضایی، بفرمایید سخن بگید. هر کدوم از دوستان که میتونن سخن بگن دستشون رو بالا بیارن و سخن بگن. ما منتظر دوستان هستیم که اینجا باشن. خب ما چیزایی که واقعا داریم اینجا میبینیم این حقوق ها، حداقل حقوق ها واقعا کفاف یک زندگی نرمال رو به هیچ کس نمیده، واقعا کفاف زندگی رو نمیده به هیچ، یعنی هیچ جایی شما نمیتونید با همچی چیزی زندگی بکنید مگر که هزینه هایی که دولت به اصطلاح داره به شما کمک میکنه و اون هم از دست خود مردم هست، یعنی از مالیاتی که خود مردم میدن، یعنی که یک کشور نمیاد، یک آلمان نمیاد از درآمدهای فروش اسلحه، درآمدهای خیلی چیزهای دیگه که داره و به اصطلاح جمع‌آوری کرده به مردم کمک بکنه، تنها و تنها از خود مردمشون میگیرن و به مردم و به خودشون میدن. یعنی این نیست که شما بتونید از جای دیگه برای شما هزینه بکنند یا از درآمدهای کشور برای شما هزینه بکنند، این جای خودش داره. سپس شما هر جایی که میرید برای خرید، یعنی شما اگر میرید یه
گوشت و مرغی میگیرید، اگر میرید ماشین میخرید، اگر تلویزیون میخرید، اگر هر چیزی رو شما در این کشور که میخواید بخرید، علاوه بر اون مالیاتی که شما میدید در اندازه 20 تا 30 دست کم دیگه 20% شما باید پرداخت مالیات داشته باشید. دست کم 20% باید بعد پرداخت مالیات داشته باشید. خب میرسیم به خرید مایحتاج زندگی، خرید لوازمات زندگی، هر چیزی که میخواید خرید کنم 20% هم 19% هم اونجا باید پرداخت کنید. یعنی اگر شما 30% مالیات پرداخت میکنید، اینجا هم 19% میشه 40. یعنی شما مالیات رو دادید، از اون مالیاتی که کم شده، یعنی شما حقوق خالص شما که یک مالیات در رفته هست، یک مالیاتش یک بار در رفته، یک بار دیگه هم شما باید مالیاتش رو بدید. یعنی این شما میگی 19%، ولی اگر بخواید هزینه کل مالیات ها رو در نظر بگیریم، این 19% تبدیل میشه به 25%، چون شما یک بار این مالیات رو دادید و دوباره از این حقوق دوباره باید مالیات بدید. خیلی جالبه نه؟ این مالیات دومی هم که میدی 19%، یعنی در نظر 30% و 19%، 49%، دست کم 39% از حقوقتون رو شما مالیات میدید. و این مالیاتی که شما میدید مالیات علل حساب هست، یعنی چیزی هست که امکان داره زیاد بشه و امکان داره کم بشه با توجه به هزینه هایی که میگوید. مثلا شما هزینه برای خرید لوازم کار میکنید، یه شلواری میخرید، یه کفش ایمنی میخرید، یه چیزهایی میخرید، شما هزینه میکنید، میتونید اون مالیاتش رو پس بگیرید. مالیات این چیزها رو شما میتونید دوباره پس بگیرید و در آخر سال باید شما یک اون در ایران میگن استظهارنامه مالیاتی یا هم برگ مالیاتی، شما باید توضیح بدی که چه هزینه‌هایی کردی، چقدر درآمد داشتی و و و و و تا بتونید این مالیات رو که شما برای شما مثلا آزادی در نظر گرفته شده و مثلا فری هست و شما نباید بپردازید رو به خودتون دوباره برگردونید. خب در برخی از کشورها هزینه رفت و آمد به محل کار رو هم میگن آقا ما به شما هزینه رفت و آمد رو به شما میدیم. البته این پیمانکارهای دست دوم این کارو میکنن، یعنی کسی که شما اگر با یک شرکتی به اصطلاح کارمند یه شرکتی باشید، کارگری یه شرکتی به صورت مستقیم باشید، به شما هزینه پرداخت نمیکنن. فقط اون شرکت هایی که به اصطلاح تامین نیروی انسانی هستن، برخی به شما میگن که آقا بیان شما که به هر جا برید ما هزینه این رفت و آمد شما رو به شما میپردازیم. خب برخی از شرکت ها حتی اینو نمیگن، شما میتونید اینو در آخر سال، یعنی شما اگر امسال پرداخت میکنید، در آخر 2 سال دیگه با اظهارنامه مالیاتیتون رو ارائه بدین و یعنی شما الان کرایه پرداخت میکنید 2 سال دیگه برش گردون بهتون. در این اندازه، یعنی حتی شما هزینه رفت و آمد سر کارتون هم که میخوانید، چون میدونن دیگه واقعا این حداقل حقوق یه سوهان نمیزنش، برای اینکه شما راضی نگه دارن یه سوهان نمیزنش دیگه، از این بیشتر دیگه سابیده نمیشه دیگه، کم نمیتونه بزنه دیگه، واقعا دیگه یه کسی دیگه نمیتونه زندگی بکنه دیگه، نمیتونه پرداخت بکنه. به همین خاطر این مسائل رو پیش میارن و این سخنها رو میگن و شما کرایه رفت و آمدتون سر کار رو میتونید در اظهارنامه مالیاتی 2 سال آیندهتون برگردونید. خیلی جالبه. همه اینها رو میتونید جمع بکنید، در 2 سال آینده شما به شما برگردانده میشه. یعنی که این مالیات ها هم که پرداخت میکنید 2 سال در نزد دولت میمونه و پس از اون به شما برگردونده میشه، اگر تشخیص داده بشه و اون کسی که برای شما اظهارنامه مالیاتی میده، اگر خودتون این کارها رو کرده باشید، به خوبی انجام داده باشید، شاید به شما برگرده. خب خیلی از دوستانی که در آلمان دارن زندگی میکنن و به اصطلاح یوتیوبر هستن و اینستاگرام هست، در اینستاگرام فعال هستند، از این آموزش ها میدن و از این سخن ها زیاد کردن که البته ایرانیانی که اینجا هستن باهاشون خیلی مخالفت میکنن و به اصطلاح ازشون میخوان که از این سخنان نگن. خب ببخشید. هنوز میبینم که دوستان اونطوران گرم نشدن که بیان بالا سخن بگن. خب این مسائل رو ما اینجا داریم میبینیم. حالا در ایران باید ببینیم چقدر ما مالیات میپردازیم، چقدر به اصطلاح کار میکنیم، چقدر حقوق داریم، چقدر همه اینها به کنار، مسائل بوروکراسی اداری
نام بازی، کاغذ بازی و خیلی از این مسائلی که شما اگر بخواید زیر نظر اداره کار یا اینکه شما بخواید زیر نظر حالا اون اداره که به شما کمی کمک میکنه، باید اینا رو هم بررسی کنیم که اینا چگونه انجام میشن. اگر کسی بخواد دریافت این چیزها رو دریافت بکنه، ایرانیانی که حالا به عنوان پناهندگی سیاسی، تغییر مذهب و خیلی چیزهای دیگه اومدن داخل آلمان، خیلی خوب به این چیزها آشنا هستن و اینا رو خوب میدونن. زمانی که درخواست اینها رو میدید، یک، باید فیش حقوقیتون رو برای اینها هر ماه بفرستید. دو، لیست خرید بانکی شما، یعنی شما موقعی که میخواید حقوق بگیرید باید به حقوقت به حساب بانکی تو واریز بشه، یعنی کسی به شما پول نقد نمیده مگر که کارهای سیاه باشه. حساب بانکیتون رو، پرینت حساب بانکی رو، چاپ حساب بانکیتون رو باید به این ادارات ارائه بدین. حالا میتونین خط بزنین که چه چیزهایی خریدین یا نخریدین، عنوانش کار ندارن. اون ما بعضی موقع زمانی که چیز مشکوک هم باشن میگن آقا عنوان این چی بوده، شما با ما سند ارائه بدین که این رو برای هزینه کردید برای خودتون، پولشویی یا پولشویی که نه، حالا دریافت و پرداخت بی خودی نداشته باشید. یعنی ریز زندگی شما رو از شما میخوان. نام بازی بین اداره کار، اداره این نوجوانان و اداره کودکان و نوجوانان، اینو ازتون میخوان. هر ماه این مسائل رو از شما بازخواست میکنند و شما مجبورید که پاسخ بدید و همه اینها هم به صورت علل حساب هست، یعنی اینکه به صورت یه چیز موقت هست، در پایان سال دوباره حساب میکنن که آیا شما هزینه هایی که کردید باید برگردونید یا نه نباید برگردونید، یا به اون که به شما به چیزی پرداخت بشه. یعنی این هم به این سادگی نیست، همه زندگی شما باید دستشون باشه. چقدر هزینه میکنید برای خرید بچه هاتون، چه کجا هزینه میکنید، چگونه هزینه میکنید. یعنی اگر همچین چیزی در ایران برای ایرانیان بخواد به کار گرفته بشه، واقعا نمیپذیرند و قبول نمیکنند که حساب بانکیمون ما به شما بدیم که چی بشه، ما میخواد چی سر در بیاریم، چرا فیش حقوقی ما باید دست شما باشه. اون کار کسایی که برای مثلا حالا کارگرهای روزمزد هستن و خیلی چیزای مسائل دیگه، اینجا شما کارگر روزمزدی نمیتونید پیدا کنید، چون ساماندهی کارگرها و مسائلی که انجام میشه بسیار بسیار، همه چیز باید در اختیار دولت باشه. اینجا حتی از ببخشید فاحشه خانه ها هم و از فاحشه ها هم مالیات میگیرند. این نیست که یک کسی داره کار می، همه یه چیزها باید دولتی باشه. یعنی اگر یه ببخشید فاحشه ای میره داره خودش بخواد شخصی کار بکنه، غیر قانونیه. اگر در آخر سال بخواد اظهارنامه مالیاتی بده، باید بگه از کجا آورده، باید مالیاتش رو پرداخت بکنه، باید مالیات اینها رو پرداخت بکنه. خب واقعا یعنی همه یه چیز این زندگی اینها رو در اختیار میگیرن و قطر چکونی همه این چیزها رو میدن. ایرانیانی که گمان میکنن اگر بیان اینجا دولت هزینه شون رو میده، خرجشون رو میده، بله، البته نه از جیب خودش، از جیب مردم خود آلمان داره میده و پس از اون ازتون میگیره، چون شما روی شما سرمایه گذاری میکنه و پس از اون دوره‌ای که برای شما در نظر گرفته شما رو مجبور به کار کردن میکنه، مجبور به کار کردن در جایگاهی که خودتون گفتین و اظهار کردین میکنن. و اگر نتونستین میگن خب شما یک دوره یک ساله برای شما گذاشته شد، دو ساله گذاشته شد، حالا باید این رشته اون رشته که میخواد کار پیدا کنه. خب حتی میگه آقا من میرم کار پیدا میکنم. بعد از 6 ماه اگر کار پیدا نکردید، دوره هایی برای شما میذارن، کلاس هایی که برین در این شرکت حضور پیدا بکنید تا اونها برای شما درخواست کار پیدا بنویسن، کارها رو برای شما پیدا بکنن و بنگاه های کاریابی هستن و باید شما اونجا برید تا این بنگاه از صبح تا ظهر، یعنی ساعت کاری رو شما برید اونجا حضور پیدا بکنید، برای شما کار پیدا میکنند. خب حالا یا شرکت ها شما رو میپذیرند یا نمیپذیرند. پس از این دوره 6 ماه میگن خب شما اون کار مورد نظر تو پیدا نکردی، حالا اون کاری که ما بهت میگیم، باید هر چیزی که کاری که پیدا شد باید شما بری. البته خب در قانون شده که کسی رو نمیتونن به کاری مجبور بکنند،
نمیتونن کسی رو به کاری مجبور بکنن، ولی به صورت سیستماتیک شما مجبور به کار کردن میشید. اینقدر به شما فشار میارن. خب برای نمونه چه کی از فشارش اینه که اگر یک خانواده، من همه این سنجه ها بر اساس یک خانواده 4 نفر است، میگه خب سرپرست خانواده، مادر خانواده، پدر خانواده، دو تا بچه، پدر و مادر خانواده با برن توی بنگاه‌های کاریابی از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر حضور بزنن. براشون باید کار پیدا بشه. اگر کار پیدا نشود در اون 6 ماه تا 1 ساله میان، خب شما گفتین این مهارت رو داریم با توجه به دانش اون زبانتون و خیلی مسائل دیگه، واسه شما به شما کار میدن. این نیست که شما هیچی ندونید به اینجا بخوای مشغول به کار بشی. نه، میگن شما یک دوره کلاس زبان برای شما گذاشتن، اونا رو باید برید. اگر نمیخواید برید، باید برید سر کار. کاری که نتونستید پیدا بکنید، خب شما رو مجبور میکنن. بعد از 6 ماه میگن یک کاری برای شما پیدا شده، اینجا برید سر کار. اگر نرفتید و اونها رو نپذیرفتند و اونها پذیرفتن شما رو و شما نرفتید ادامه بدید، خب میگه ما 3 ماه به شما حقوق نمیدیم. پس از 3 ماه دوباره همین مسائل رو تکرار میکنند. انقدر شما رو در مضیقه میذارن که شما واقعا مجبور به و تن میدید به هر کاری که به شما پیشنهاد میدن. تن میدید، یعنی شما از فرط نداری مجبورید. برخی البته در ایران هستن که شاید آدم های تنبلی باشن، بیان اینجا بخوان برای گذران زندگی و خوشگذرانی زندگی بکنن، به این چیزا شاید راضی باشن و تن میدن و گاهن میرن کار سیاه انجام میدن. بحث اونا رو نمی کنیم، چون بحث کسایی که اومدن اینجا برای این که از روی فرط تنبلی و به اصطلاح هیچ چیزی بلد نیستن میان اینجا، سخنشون بسیار بسیار جداست با دوستانی که و کسانی که اینجا حضور پیدا کردن و هستن و میخوان همیشه کار بکنن و زندگی بکنن و برای یک آینده بهتر به اصطلاح اومدن اینجا. شما رو مجبور میکنن به کار کردن. ازتون مالیات میگیرن، یعنی شما اگر 2 سال 3 سال خرج شما میکنند، 20 سال 30 سال از شما مالیات میگیرند. پس چیزی مجانی نیست، هیچ چیزی مجانی نیست. خیلی از دوستان میگن که بیمه ها در آلمان و پزشکا در آلمان مجانیه. نه عزیزم، شما هزینه شده میدی، هزینه ماهی 100 یورو رو داری میدی. اگر همون رو در ایران بخوای پرداخت بکنی، بله خیلی مسائل در مسائل بیمه تک میدی و خیلی چیزا دیگه گنجونده شده، شما میتونید اونها رو بدرختید. نه عزیز من، شما اینجا هزینه ها رو میدید، هیچ چیزی مجانی نیست برای هیچ. یه هزینه ابتدا به شما میدن، در آخر سر شما، یعنی رو شما سرمایه گذاری میکنن. این نیست که شما رو همینجوری رها بکنن، بگن آقا شما هر چی کاری دلتون خواست بکنید، اینجا بیاین خوش بگذرونید، ما هم خرجتون رو میدیم، مثلا ماشین در اختیارتون میذاریم و خیلی مسائل دیگه. این کشور بر اساس مالیات خود مردم اداره میشه، نه بر اساس درآمدهای دولت. شرکت‌های دولتی هستن، شرکت‌هایی هستن که و صنایع نظامیشون درآمدهای بسیار بسیار، مثلا آلمان یکی از 3 تا صادرکننده بزرگ اصلی در دنیاست. ولی هزینه اینا برای مردم صرف نمیشه. مردم خودشون باید هزینه خودشون بده. شرکت‌های خصوصی، کارخانه‌های خصوصی، هر چی که اینجا داره کار میکنه، البته اینم بهتون بگم یک شرکتی مثل آمازون میدونی که در آلمان مالیات نمیده چون آمریکاییه. خیلی جالبه. در کشوری که همه چیز بر اساس مالیات میگذره، شرکت آمازون اینجا هیچ مالیاتی نمیده. 6 یورو فکر کنم در 6 سال گذشته مالیات داده، برای اینکه اون زبا پر کنه، حداقل 1 یورو رو باید بده. خب این گونه است که خیلی از دوستان گمان میکنن در این کشورها میان همه چیزو مفتی در اختیارشون میذارن. البته ما با برخی از پناهندگان هم اینجا برخورد کردیم. زمانی که میخواستن درخواست پناهندگی بدن، نمونه ماشین و مدل ماشینی هم که میخواستن میدادن. یعنی انقدر مغزشویی شده بودن، اومده بودن از اینا مثلا بی ام وی مدل 2000 مثلا 15-2016 فلان مدل میخوایم برامون بدین. که یارو مونده بود که داره با شوخی میکنه، مسخرهش میکنه، چی داره میگه اصلا؟ منظورش چیه؟ داره بهش توهین میکنه؟ یه زمانی ازشون میپرسیدم برای چی، میگه خب مگه نه اینکه شما یه ماشین در اختیار خانه به ما میدید، ماشین در اختیارمون میذارید. نمیدونم چه واقعا چه گمان کردن که با این افکار و اندیشه ها میان داخل کشورهای خارجی و اونجا فکر گمان میکنن که همه چیز در اختیارشون قرار میدن
و هیچ مشکلی در زندگی براشون به وجود نمیاد و خیلی مسائل دیگه. از اینا که بگذاریم، بعد مسئله خرید ماشین هست. هر سال مالیات بر ماشین شما باید پرداخت بکنید، با توجه به اون گاز CO2ی که ماشینتون تولید میکنه، حجم موتورتون، مصرف بنزینتون. البته خب بنزین هم به اندازه کافی خودش مالیات برش خورده و مالیاتشو پیشا پیش نقدن از شما میگیرن، یعنی نیست که شما رو رها بکنن و مالیات بنزین، چون اینجا بنزین خیلی خیلی گرونه نسبت به هر چیزی و اون خریدش مثلا نسبت به قیمت جهانی اینجا بنزین خیلی گرونتره. سیگار هم خیلی گرونتره اینجا، یعنی شما اگر در کشورهای همسایه آلمان هم برید سیگار 4-5 یورو ارزونتر از این کشور هاست. چرا که اینجا مالیات این سیگار رو از شما، این CO2 داره تولید میکنی، دی اکسید کربن داره تولید میکنی و میسازی، باید مالیاتش پیشا پیش بدی و اون هزینه های پزشکی و خیلی چیزهای دیگه رو شما پیشا پیش باید پرداخت بکنی و اینها رو از فروشندگان سیگار میگیرن، یعنی کسی که سیگار داره میفروشه اونم باید مالیاتش رو پیشا پیش بده با توجه به چیزایی که تولید میکنه. یعنی حتی برای نفس کشیدن هم اینجا باید آدم مالیات بده. زمانی که دوستان میان اینجا شروع بعد از اون یک بازه 2-3 ساله که بخوان زبان یاد بگیرن و اینجا مشغول، این آلمان تازه به یکی از بهترین کشورهاست که اینگونه داره خدمات میده. کشوری مثل انگلیس، کشوری مثل اصطلاح آمریکا و کانادا خدمات رو ندارن اصلا. و به معنی که شما باید اونجا کار پیدا بکنید بعد برید، یا اینقدر هزینه بکنید تا زمانی که کار پیدا بکنید، نیست که به شما کسی چیز مجانی بده. دوستانی که در این زمینه تجربه دارن اگر میخوان سخن بگن در خدمتشون هستیم و میخوایم که بیان سخن بگن. بفرمایید دوستان. چرا کسی از دوستان نمیخواد سخن بگه؟ پس ما اینجا دیگه پشک میندازیم، قرعه کشی میکنیم. جناب آقای شفیعی، آقای دنی، جناب آقای شفیعی در خدمتون هستیم. ایشون 2 ثانیه زودتر از آقای دنی دستشون رو بالا بردن. آقای شفیعی بفرمایید، صداتون رو داشته باشیم. صدا من میشنوین؟ بله بله بله، صداتون داریم. شب شما بخیر، خوب هستین؟ خیلی ممنون. من میدونی که من تو امریکا هستم 45 ساله و آخرین دفعه که ایران دیدم 1979 بود و واقعا خبر اونجوری از ایران ندارم، ولی تو امریکا میخوام بگم، چون شما اسم شرکت آمازون رو بردین که تو آلمان تکس نمیده، میخواستم بدونم تو امریکا هم تکس نمیده؟ اگه ساختار تکس یا مالیات امریکا ساختارش یه جوریه که یک عالمه چالشای وجود داره که پولا رو قایم میکنن و آمازون تنها کش جاینت کورپوریشنیه که تا حالا تکس نده و مردم دارن بهشون اعتراض میکنن تو امریکا. خانواده من از آمازون بیشتر تکس داره تو 5 سال گذشته و اینو خواستم بهتون بگم، چون امریکا 1/4 تا 1/5 جمعیتش زیر خط به قول معروف قرمز فقر زندگی میکنه. فقر یعنی چقدر؟ فقر از این فکر بگم برای یه خانواده 4 نفره توی امریکا مثلا خط فقر 25,000 دلار یا 22,000 دلار. 22,000 دلار کمیه. 20 یا 25,000 دلار، 20 تا 22 تا 25,000 دلار که به یورو مثلا میشه مثلا 19,000 یورو یا هم چیزایی. این خط فقر تعریف شده است، یعنی تعریف دولتی یا شما دارید؟ بله خط فقر، نه نه، خط فقر تعریف شده با دولته که مثلا یه مقدار مثلا پول بهشون میدن، مثلا تکس بچه بهشون برمیگردن که بودن زندگی کنن اینا. مگه درآمد اونجا چه اندازه است؟ درآمد حداقل درآمد، حداقل درآمد ساعتی 7.25 دلار در حال حاضر و سعی کردن اینو بکنش 15 دلار. هنوز خیلی دعوا دارن توی پارلمان خاص و سنت امریکا که سناتوران اونم بپرزن به دیگاه دعوا دارن و هنوز اینو اضافه نکردن. بعد میخوان بکنش 11 دلار که فایده ای نداره، یه نفر که توی نیویورک زندگی کنه 15 دلار هم فایده نداره. طبق آماری که خود دولت داده، من موقع که اومدم امریکا حقوق مثلا مینیمم ویج $2.25 بود، همون $2.25 امروز میشه $22. منتها اینجوری فقیرها رو فقیرتر نگرفتن. امریکا از نظر اگه شما بیان بدون هیچ نوع به قول معروف ابیلیتی چی میگن
ایژوکیشن خاصی که بدین کمک بکنین، زندگی خیلی خرابه. برای اینکه حتی زن و شوهر هر دو هم که کار کنن ساعتی 15 دلار جمعا رو هم دیگه در بیارن، حالا بگیم مثلا رفتن شهرهای بزرگتر ساعتی مثلا 15 دلار هر کدومشون گرفتن، بخواد شهر بزرگ و گرونه، باز نمیتونه حتی یه آپارتمان تو سان فرانسیسکو یا نیویورک چیز کنن، اجاره کنن. حتی یه اتاق خوابه، اصلا به دو اتاق خوابه فکرش هم نکنید. حتی پلیسای خود سان فرانسیسکو تو سان فرانسیسکو زندگی نمیکنن، پلیسای نیویورک تو نیویورک زندگی نمیکنن، تو نیوجرسی زندگی میکنن. امریکا مشکلش اینه و ساختار این یعنی ساختار مالیاتیشه که مردم که پولدارترن مالیات نمیدن و اونایی که مالیات میدن یه کوچولو، برای همین اصلا ما اینجا دیگه جاده هامون برگشته مثل جهان سوم شده، جاده پولا داره میریزه. اصلا بایدن میخواد یه به قول معروف یه قانون چیز کنه که این ساختارای جاده ها اونجا رو بسازه، بیل بک بتر، و هنوز تصویب نشده که ما اصلا تمام گریدیا اون چیزه الکتریسیتمون که مال برق و ایناست همه داره بین میره، تمام نمیدونم جاده ها داره میره، پولا داره میریزه و هیچ کسی اینجا حاضر نیست اون پولا رو تکس بدن که درست بشه. با همه که یه زمان آیزنهاور تکس سعودی بود و میدل کلاس یا حد متوسط تو امریکا ساخت، اونا رو از زمان ریگان هم تو ریزه ریزه بعد با کلینتون اون تکس اونا رو بردن پایین، گفتن خب تکس رو میبریم پایین، اون کارخونه میزنن مردم پول دستشون میرسه، بهش میگن تریکل داون اکانومی. هیچ وقت این کاری نکرد، فقط امریکا رو فقیر کرده. امریکا از زمان ریگان به بعد ریزه ریزه هر روز تر مردمش فقیرتر شدن. الان میدل کلاس هم شیرینگ بود. من به قول من خانواده من و خانومم امریکاییه، یه خود خوش شانس‌تر بودیم، کارهای درستابی داریم و وضعمون خوبه، ولی مردم میدل کلاس تو امریکا خیلی وضعشون خرابه و خرابتر هم میشه و به زودی هم یه گالن به هوملس اضافه میشه. خب اینجا من واقعا نگرفتم، اگر خط فقر را که شما گفتید 12000 دلار، نه 22 تا 25000 دلار، قبلا 22000 دلار بود که کردم. خب همچین درآمدی که کسی نمیتونه داشته باشه، شما اگه با ساعتی 7 یورو نه 15 یورو اصلا سه برابر اون 20 یورو، خب برای همینم مشه، چون زن و شوهر هر دو که کار کنن به زور میتونن بالای اون خط باشن، نمیتون اصلا هر چیزی امکان نداره. شما مگه چند ساعت در ماه باید کار بکنید؟ توی امریکا مقدار ساعت کار در سال 2080 ساعته. بیشتر کسایی که کار میکنن تو رستوران و این کارهای کوچولویی که مینیمم بود یا حداقل پوله تو امریکا اصلا وکیشن نداره، یعنی هالیدی ندارن و هر روز کار کنن، بهشون نمیدونم یه چیزی مثل کار عادی حمالیه، یعنی 260 روز هر روز 8 ساعت که بخوان کار بکنن میشه 2080 ساعت. آره اگه همه هر روز کار کنن، تازه خیلیش اوورتایم کار کنن، ویکندام کار میکنن. برای همین اصلا مدارس امریکا خراب شده، برای که پدر مادر وقت نمونه که مینیمم وجود نمونه که بیشتر حداقل نصف جمعیت امریکا این مسئله ببخشید این نمیتونه بچه‌ها حداقل خط این خط فقری که گفتید چقدر گفتید؟ حد در چه 25000 دلار منظور شما در سال هست؟ در سال بله من که در سال هم چیزی امکان گفتم در سال هست. خب خدمتتون بگم چند سال گفتین در آمریکا هستی؟ 45 سال درسته؟ 45 سال بله. بعد از قبل از ریگان، زمان کارتر، بله. از زمان انقلاب رفتید دیگه؟ 1979 رفتین دیگه؟ قبل از دو سال قبل از انقلاب من رفتم. خب زمان انقلاب من پدرم مریض بود، من آخرین دفعه ایران رو دیدم 79، من خرداد 79 آخرین دفعه بودم که ایران. خب به هممیهنانی که در ایران هستند و میخوان بیان آمریکا زندگی بکنن چه پیشنهادی دارید؟ من بهش میشنادم بزرگترین اشتباه زندگی شما در حال یه زمانی امریکا خوب بود، نمیخوام زمانی که ما آنها خوب بود، الان اومدن امریکا بزرگترین اشتباه روی زمینه. اولا که امریکا اون چیزای اروپا رو نداره که از اون نگهداری کنه، بعد برید هم زمین بشوری، توالت بشوری، این چیزا. امریکا اون چیزایی که بهتون پول بدن تو بیا از اون نگهداری کنه، من که پناهنده سیاسی باشین اونم برای توی کارهای کوچولی اول پیدا کن. امریکا این چیزها رو نداره، این فسیلیتی ها یا این چیزهایی که از شما نگهداری کنن رو نداره امریکا اینجوری نیست. امریکا جایی که هنوز قانونش به قول معروف برده‌داریه یه مقدار، متوجه میشین؟ با سپاس از شما جناب آقای دنی هم در خدمت هستیم، شما رو داشته باشیم، اگر دوستانی اومدن در خدمتتون باشیم، اگر پرسش درباره آمریکا هم باشه
از شما پرسیده بشه. اگر برای شما امکان داشت پاسخ بدین. جناب آقای دنی در خدمتون هستیم. سپس آقای سینا هم که پس از آقای دنی هم اومدن ما در خدمتشون هستیم. صدای شما رو داشته باشیم آقای دنی. شبتون بخیر. خسته نباشید. درود بر شما. پاینده باشید. صداتون داریم. بفرمایید. من می‌خواستم یکم سخنان رو یکم فراتر ببرم چون که در چارچوب برنامه باشه مشکلی نداره. بله بله در چارچوب برنامه است، اما اگه فکر میکنید که زیادیه به من بگید. من نه ما جسارت نمی‌کنیم، ولی اگر در اندازه 5 دقیقه باشه که دوستان به ترتیب درخواست سخن گفتن، بانو زهره هست، جناب امین هستن، جناب آقای انوری هستن و خیلی دوستان دیگه در خدمتشون هستیم میخوان سخن بگن که به اصطلاح از اون تب و تاب نیفته در خدمت هستیم. در اندازه 5 دقیقه بفرمایید. نه منظور من این که موضوع رو فقط بالا اگه بیشتر صحبت میکنم. ماجرا اینه که آدم باید بدونه برای چی اصلا این کمک ها رو دولت آلمان میکنه. حرف شما کاملا درست بود، یه سری کمک های انجام میشه. دوران جنگ سرد آلمان خب دو تیکه بود، آلمان شرقی و غربی وجود داشت و اینجا خواستن یک گلدن کیفیش به قول خودشون میشه یک قفسه طلایی درست کنن برای بله نشون بدن که با ما میتونیم مثلا با با سیستم سرمایه‌داری سوسیالیستی یک سیستم خیلی عالی داشته باشیم و پوز کمونیسم و کمونیستا رو بزنن. از این ماجرا شروع شد اصلا. برای همین هم کشورهای مثل فرانسه، انگلیس، بلژیک، هلند این سیستم آلمان رو ندارن، یا اینکه خیلی حد کمتری دارن، خیلی حد کم پایین‌تری دارن با اینکه اروپای غربی هستن. از اینجا ماجرا شروع شد. الان هم دارن یواش یواش این سیستم رو دارن سعی میکنن به مرور زمان خراب کنن. خب 60-70 سال این سیستم بود، بعدش آلمان شرقی که پیوست دیگه اجباری نبودش که همچین سیستمی رو نگهداری کنن. حالا یه ماجرای دیگه هستش. ماجرا اینه که تو این مدت خب مردم با این سیستم بزرگ شدن و خب عادت کردن به این کمک‌های دولتی و سیستم سوسیالیستی که مثلا سوسیال هیلفه میده، کمک های سوسیال میده، اجتماعی میده. اینا الان نزدیک حداقل حالا آمارا خیلی مختلف هستن، اما حدودا یه چیزی بین 8 میلیون تا 16 میلیون از این سیستم داره سود میبره، استفاده میکنه. خود اینا هم میدونن اگر این سیستم رو بخوام به هم بریزن، این مردم گشنه میریزن تو خیابونا و مردم ایران فکر میکنن دولت اینجا خیلی خوبه و خیلی مهربونه که داره این کارو میکنه و مردم دوسته و حقوق بشر میفهمه و این چیزا رو برای این داره این کارو میکنه. اما در حقیقت اینه که اینا میدونن که این فروپاشی میشه و همه اینا تو خیابونا خواهند ریخت. دلیلی که این کمک ها داده میشه و خیلی از این کمک ها انجام میشه به خاطر اینه که اینا حفظ قدرت کنن و توی این چه میدونم خودشون سر پا بمونن. چون که همونطوری که شما گفتید این کمک ها که میشه حالا از مالیات همش، از مالیات خود مردم یه سری که کار میکنن و مالیات میدن، این پولو میریزن تو جیب اون کسایی که نمیتونن کار کنن و نمیتونن مالیات بدن و از این سیستم میخوان بهره برداری کنن. و همه ما چه اون کسی که مالیات میده و چه اون کسی که اون مالیاتو میگیره، یعنی به عنوان کمک میگیره، هممون میریم پیش شرکتای مثل آلدی، لیدل، آمازون، یعنی ابر شرکتای کلان شرکتای و اونجاها خرید میکنیم و پول ما مستقیم میره تو جیب اونا بدون اینکه مالیات اون بزرگا بدن. من فقط خواستم این نکته رو گفته باشم که مردم بدونن که اینا به خاطر انسان دوستی و نمیدونم این چیزا نیست که این کارو میکنن. اینا به خاطر اینکه این سیستم بمونه و پولدارا پولدارتر بشن و مردم عادی این بردهداری نوین رو نگهداری بشه و اون پروار کردن گوسفندان هست دیگه. یعنی فوق شما میخواد کسی پروارش بکنه که ازش بهره ببرید. بردهداری خیلی روشنه، میگه برده اصلا واژه‌اش مشخصه، یعنی بر میدهد، یعنی میوه میدهد، یعنی محصول دارد. و این بردهداری شما یعنی انسانها رو اگر به اونها خدماتی هم ارائه میدید، مانند اینه که شما در قفس برده ای دارید و بخواد کار بکنید بکنه برای شما، برای شما به شما بهش خدمات قضا میدید، حداقل بتونه زندگی بکنه و برای شما کار بکنه. یک برده مرده نمیتونه کار بکنه و محصولی به شما بده و یک برده ناراضی هم همین گونه. بفهم دقیقاً مثلا دارم میگم اینجا قوانینی دارن که مثلا کسی که 8 ساعت کار میکنه یا مثلا بیشتر از 8 ساعت نباید کار کنه، نمیدونم اینقدر باید استراحت کنه در موقع کاریش و اینا. همه اینا سیستمای روانشناسیه که خیلی سالهای پیش درست کردن چون که دیدن
به یک طرف یه کاری رو یاد میدن توی یه شرکتی، یه دانشی رو کسب میکنه و از دانشش یعنی محتاج به اون دانش هم، محتاج به اون نیروی کاری هستن، و برای اینکه اون نیروی کاری بتونه به نحو احسن براشون کار کنه این قوانین رو گذاشتن، یعنی مسافرت برو، نمیدونم این چه میدونم استراحتتو بکن، اینجور بکن که بیشترین کار رو ازت بکشیم ما. و سیستمی نیستش که مثلا بخواد بگه آی ما خیلی عاشق چشم ابروی شما این، برای این کارا به شما میکنیم، نه، برای اینکه واقعا همونطوری که میگید قشنگ بپرورونن که بتونن بیشترین استفاده رو خودشون ببرن. خیلی ممنون، همین رو میخواستم بگم، فعلا در خدمتتون هستم. بالاخره پاینده باشید، با سپاس از شما. خب خیلی از دوستان به ما پیام دادن در این میون که جناب آقای دنی داشتن سخن میگفتن، میدید من مشغول هستم. یه برخی از دوستان که پیام میدادن که جناب آقای شفیعی خیلی خوش سخن هستن و میخوام که داخل برنامه های ما بیشتر حضور پیدا بکنن. خب جناب آقای امین، سپس جناب آقای انوری رو در خدمتشون هستیم. بانو زهره رو من میبینم که میکروفونشون دوباره بسته شد. جناب آقای امین بفرمایید، کوتاه در خدمتتون هستیم، بفرمایید. میکروفونتون رو باز بکنید، روی میکروفون کلیک بکنید. بله، سلام، وقتتون بخیر. درود بر شما. ساکن سوئد هستم و اینجا دقیقا همین چیزی که دوست عزیزم عرض کردن که با اون مسائل سوسیالیستی هستش. دقیقا اگه من اون مالیاتی رو که ماهیانه بعد از حقوقم که دریافت میکنم، اگه 23 تا حقوق بگیرم 18 تاشو میاد تو حساب من، بقیهش میره واسه مالیات. یعنی اینکه بعد از 18 تا، یعنی 18 19 20 21 22 25 تاش میره برای مالیات. بعد یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، غیر از این توی سوئد یا تو تمام اروپا اینجوری هستش، کسی که متولد میشه توی خانواده‌ای که جزء توی اروپا هستش، اینا با حتما جزء کلیسا باشن. یعنی منظورم اینه که چیزی بس من تعریف کنم، اینا با از توی کلیسا مثلا اسم روشون گذاشته میشه، روی بچه هاشون، اینجوری چیزی که کش کردم خودم اینا. و اینکه این بچه وقتی بزرگ میشه، وقتی که اون بچه بزرگ میشه، بعدم این بچه چیز میشه، شاغل میشه، و اون بچه هم تا اگه حتی اینکه عضو هم نباشه. متوجه شدم چی میگین. حالا شما اگر میخواید پاسخ بدین، من اینجا برای دوستان توضیح میدم. خب یکی از مسائل مالیاتی و حقوق بستر که در پرداخت مالیات شما میاد، اینکه شما به کدوم کلیسا میخواید مالیات پرداخت بکنید. البته به گمانم یک درصد بسیار کمی هست که بخشی از مالیاتتون رو هست و میگه شما به کدوم کلیسا میخواید مالیاتتون پرداخت بشه. حالا چند نمونه کلیسا دارن و حالا اون ادیانی که هر کسی برگ میگذینه. خیلی جالبه، یعنی شما در این کشور باید ارائه بدین که از چه دینی دارید، جز کدوم مذهب اون دین هستید و مالیاتتون به کدوم یکی از نماینده ها میخواد پرداخت بشه. جالب، یک سنجه بکنیم با خود ایران. شما در ایران باید مالیات بدید به کجا؟ به مساجد یا نه امام جماعت؟ به کدوم کلیسا، به کدوم مسجد، مسجد سنی باشه، شیعه باشه، فلان باشه، باید شما مالیات بدیم، به کدومشون میخواییم بدیم؟ چی هستین شما؟ کدوم دین رو برگزیدید؟ یعنی این مسئله اون تفتیش عقاید هنوز میشه گفت جریان داره. خب بگذاریم از این مسئله. خب دوستمون اگر آزاد هستن و میخوان سخن بگن و ادامه بدن، بفرمایند که سپس بانو زهره در خدمتشون باشیم و آقای انوری. ببخشید من گوشیم زنگ خورد، معذرت میخوام. من داشتم اینو برای شما میگفتم، ببخشید. البته اجازه هست صحبت کنم یا اینکه بعد کنم؟ خواهش میکنم. نه بفرمایید.
جناب اینجوری هستش، من اینو احساس میکنم که اینا وقتی این کار رو میکنن، اون بچه‌هایی که مثلا تو این کشور بزرگ میشن، از این طریق اونا رو تو کنترل خودشون نگه میدارن، با اینکه مثلا جزء اون کلیسا هم که نباشن، اینا هر ماه این پول مالیاتشون برای کلیساها میره. میدونی چقدر این پول زیادی هستش و اینا خیلی راحت میتونن اونا رو کنترل کنن. مثلا مثل حالت مثلا چجور هستش تو ایران که مثلا مساجدی که تو ایران هستش از پولایی که مردم جمع میکنن، اینجا هم دقیقاً همینطوری هستش. من این احساس میکنم و اینا خیلی پولاشون هم میتونن برای جزء مثلا کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک و یا کلیساهایی که مثلا حالا هر چیزی میخوان اسمش رو بزنیم، و اینا نصف پولاشون حتی اینجوری هستش که برای اسرائیل میفرستن. این احساس میکنم مثلا گروهایی هستن توی همین کلیساها که چیزایی رو میخرن برای اونا میفرستن. خب حالا در این مسائل هم وجود داره، ولی خب اون بخش بسیار زیادی نیست. با سپاس از شما در با گفتن این نکته در خدمتتون هستیم جناب آقای امین. سپاسگزاریم که در مرام خودتون حضور پیدا کردید. تشکر از شما. اگر سخنی هم در پایان داری در خدمتتون هستیم، اگر نه که بانوز زهره بودن اگر من ببینمشون درخواست سخن گفتن. خب در یکی دوتا برنامه قبلی هم ما بازخوردهای بسیار جالبی داشتیم و از بانوان گروه به ویژه بانو زهره، بانو منیژه و جناب آقای سینا و همینطور آقای دنی هم به ترتیب اینا درخواست داشتن که ما بیشتر با این دوستان گفتگو داشته باشیم و به خاطر اینکه این دوستان خوش سخن هم هستن، ما بیشتر صداشون رو داشته باشیم و خواستن که این دوستان بیشتر در برنامه حضور پیدا کنن و فعالتر باشن. با سپاس از شما آقای امین. بانو زهره میبینم که درخواستش سخن گفتنشون رو پس گرفتن. خب صدای آقای انوری رو داشته باشیم در زمینه بیمه، مالیات، درآمد، خرج، هزینه، زندگی. بفرمایید جناب انوری، صدای شما رو داشته باشیم. روی میکروفون یک بار که کلیک بکنید، عجله نکنید، به آسانی وصل میشه. بفرمایید. عرضم به حضورتون که این در چند مورد شاسوگی در مورد مالیات بود که شما فرمودید همه اطلاعاتو میخواین. آقا این مسئله مالیات مقدارش هم امنیتیه که همه آندر کنترل باشن، کمی توجه میکنید؟ امنیتی کمی میتونه امنیتی هم باشه. آره که کی چی کار میکنه چی کار بر صورت چیز مهمیه قسمت امنیتی، یعنی یک جوری همه زیر کنترل هستن. بله. و در مورد اون فاحشه هم گفتید مسئله درسته، چون که حتی یه اوینجه توی سوئیس باز شده بود برای این منظور که خیلی از فاحشا میخواستن دیگه این کار نکنن، یعنی میخواستن به زندگی عادی برگردن، اما چنان مالیاتشون سنگین بود که مجبور بودن ادامه بدن، یا حتی مثلا سه روز استراحت میکردن از مالیات عقب میافتادن. توجه میکنید؟ یعنی مجبور بودن مرتب مثل ماشین کار کنن تا خرجشون به اصطلاح در بیاد. توجه میکنید به این صورت بود؟ و خیلی از اوینجا جمع شدن که پول مالیات بدن، اینا بتونن از این کار قبلیشون در بیان، با کار جدیدشون بیان، کار جدیدشون ادامه بدن یا کار عادی انجام بدن. از حالا این در مالیات هم در سوئیس قانون عجیبی شده که شما حتی اگر در ایران هم ملک یا سرمایه داشتید با اونم بگید، یعنی رو اونم باید مالیات بدید. سوئیس و خارج از سوئیس، فقط مربوط به سوئیس نمیشه نسبت مالیاتی. متوجه میشین؟ یعنی اینکه شما در سوئیس داری زندگی میکنید، یک خانه‌ای در ایران داری یا درآمد داری در ایران، بعد باید اون رو دقیقه کنی 100% و مادرش رو اون هم با مالش حساب کنی. چجوری چگونه محاسبه، چگونه اینا رو محاسبه میکنن مثلا این چیز داره؟ خب ناکه حالا ایران سخت کنترلش، اما اونایی که مثلا فرانسه یا اسپانیا یا جای دیگه تو انگلستان، اگر احتمالا سرمایه ارث میراث داشته باشن باید اینا رو بگن، وگرنه این جمع میشه با جریمه چند برابری بیاد سراغشون و میتونه اینا رو خیلی اذیت بکنه، یعنی بخواد سیاه بشه. وقتی در ایران دسترسی ندارن ایرانیانی که اونجا هستن این گزارش ها رو میدن یا نه؟ نه نمیدن. فقط یک نفر آقای خیلی ثروتمند ایرانی بود، رستمی بود کی بود، با یکی از دوستان وکیل بود، همینجور حواس کرده بود اقامت سوئیس رو بگیره، نمیدونم چرا همینجور حواس کرده اقامت سوئیس رو بگیره، مقدار زیاد اونجا سرمایه گذاری کرد، اونها یک سال گذشت اوکی بود و بهش اقامت دادن، چون سرمایه سنگین گذاشته بود، فکر کنم نزدیک 30 میلیون یورو یا دلار هم چیزی. اما مسئله که پیش اومد بعدش این بود که یک مرتبه براش مالیات اومد در حدی مثلا 25 30 میلیون برای یک سال، و این تعجب کرد و گفتش که این برای چی رو چه حساب اومده؟ و اینا گفتن که شما شرکت بزرگ لوله دارین در ایران و تو سایت هم تو سهام تو بورس هم هستین و تو سایتتون هم که مرتب تبلیغ میکنین، ما امسال به سهامداران انقدر میلیارد سود بردیم، انقدر میلیارد سود بردیم، خودمون حساب کردیم برای شما،
بیم انقدره باید قدر مالیات بدین. ایشون مجبور شد اقامت پخش بگیره و برگرده. خلاصه داستانش این بودیم. بسیار بسیار جالب. شما هر هفته یک خبر بسیار شگفت انگیزی برای ما دارید. آخه من تو بحث خیلی مسائل هستم، ناخواسته یا خواسته اینم به هر صورت اینجوری. حالا به هر صورت این مسائل هم هستش. بعدش حالا در مورد بیمه گفته بودید، در سوئیس من اصلا نمیدونم بیمه جای دیگه اروپا چه. در سوئیس بیمه ها اجباری و خصوصی است، یعنی اینکه به نظر من سنگینه، خیلی سنگینه.